سلام خدمت همه کوبکسی ها و مخاطبای خفن رپ فارسی. من آرام هم اینجا کوکتل تیوی و امروز با یه اخبار رپی دیگه در خدمت شما هستیم و قراره با هم بررسی کنیم اخبار یک هفته گذشته رپ فارسی رو. اما قبل از هر چیزی اگه جدید هستین یادتون باشه حتما کانال رو سابسکرایب کنید که حمایت بزرگی از ماست و حتما اون زنگوله نوتیفیکیشن رو بزنید و روی آل قرار بدید تا هر وقت ویدیو میذاریم نوتیفیکیشن براتون بیاد. خیلی همین میسن آقا نوتیفیکیشن واسمون نمیاد، دلیلشون زنگوله هست و اینکه روی آل نیست. و اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید و اگه حال نکردید حتما دیسلایک کنید و دلیلشو بنویسید، البته دلیل منطقی. صحبت دیگه باقی نمیمونه، میریم با هم اخبار رپی یک هفته رو داشته باشیم. همونطور که همتون میدونید دیگه کرونا داره کم کم میره و اکثرا واکسن زدن و کنسرت های رپ فارسی نمه نمه داره آغاز میشه. دیروز هم ما کنسرت سوگند و زخمی رو داشتیم، هم سامر پارتی رو که اون تو نسیم اجرا داشت و خبر از کنسرت جدید داریم، کنسرت جی جی، سی جل، سهراب ام جی و سپر خلسه که قراره در استانبول برگزار بشه. از لینکی که توی دیسکریپشن هست میتونید برید بلیتا رو خریداری کنید. این کنسرت 17 شهریور برگزار میشه و حتما بدونید که کنسرت مثبت 18 سال، اگه زیر 18 سال باشید نمیتونید وارد بشید. خبر جدیدی رو داریم از فیت تکناین پیشرو و یاس که تو این ویدیو تکناین اعلام میکنه نمیدونسته که پروژه اصلی دستشه و قراره بنویسه و اعلام کرد که الان رفته و میخواد بنویسه. نکته جالب این بود که یه تیکه فارسی حرف میزد تو این ویدیو آخرش و این خیلی جای خوشحالی داره که یک رپری مثل تکناین که مورد تایید رپرهای بزرگی مثل امینم هست میاد و درباره پیشرو یاس اینجوری حرف میزنه با هیجان و آخرش هم فارسی حرف میزنه. امیدواریم که از این حرکات بیشتر ببینیم توی رپ فارسی، حرکات بین المللی و اینکه باید به زودی منتظر ترک پیشرو تکنان و یاس باشیم که از همیشه نزدیکتره. Yo, Tech Nine here. Speaking to all the fans that are wondering what's going on with the Tech Nine, Pishro and Yas track. My fault. I thought that they had to fix some things in it, so I was waiting for the final. But I didn't know the last one they sent me was the one that I was supposed to write to. But now I know, so now it's time to go. You know what I'm sizzling? Yeah, it's on, baby. Yas, Pishro, and Tech Nine. Here we come. I'm about to write it real soon. I hope y'all love it. Tech Nine, what? جای نجفی در کانال تلگرامش خبر از آلبوم جدیدش شد که قراره در سال 2022 منتشر بشه. گفتنیه که این آلبوم به سبک راک خواهد بود. مهراد هیدن با انتشار این استوری نوشت وقت نوشتنه که به نظر میاد به احتمال زیاد داره یا شعرهای زوزنقه رو تموم میکنه یا پروژه جدیدی داره که باید منتظر اون باشیم. مدگل و جیدال با انتشار یک تیزر خبر از دومین سینگل ترک آلبوم بنفش دادن به اسم خونه آخر که قراره دوشنبه 28 تیر ماه به صورت انحصاری از رادیو جوان منتشر بشه. پوبون با انتشار دو استوری خبر از دو پروژه جدیدش داد به اسمای روز و سرد. با لینک های توی دیسکریپشن میتونید پری سیو کنید از اسپاتیفای که تا اومد گوش بدید. علی اردوان با انتشار این استوری که نوشته آلبومو بدیم امسال خبر از آلبوم جدیدش داد. پرهام کنیس با انتشار این استوری خبر از سینگل ترک جدیدش داد به همراهی ددان. پویان اردلان با انتشار یک پست خبر از ای پی مونوپولی داد که قراره به زودی پخش بشه. معراج با انتشار چند تا استوری خبر از پروژه حباب داد که به نظر میاد موزیک ویدیو هم داره. این هفته دیسبک حسین رو داشتیم به فدایی به اسم Q69. دیگه نگو میره روی قیمت سک خورد وقتی میرسه به همه خیره ببینیم دن جنگ خیبر فتی اگه یزیدی من بچه هیت میاد پایین گیریمت به پسر رو نبوریم. ترک فرق دارم از زنباینای دو از امیر تتلو. ترک اما بعدتا رو داشتیم از امیرعلی مورف. بگو چرا میاد اما بعدتا اما بعدتا. امیرعلی A2 با انتشار یک تیزر خبر از کار جدیدش داد به اسم هرمس به همراهی F1 اگه اسمشو درست تلفظ کنم. کار منو کف سر بزو ببین وای بهشون میگیرن همه بچه ها گرگاه طول تو بر رو من
کینه چطوریه بدم خورشید سوزان تو نیمه شب. آلبوم اینسترومنتال ایسا رو داشتیم از نجوا که 50 تا بیت رو شامل میشد. به گفته خودش هر گونه استفاده با ذکر منبع بلا مانع است. موزیک ویدیو میکورازون رو داشتیم از تی ام بکس، البته اگه درست تلفظ کنم. آسمون تا زمین بود واسه من. موزیک ویدیو ترند سدر یا شیک پوش رو داشتیم از پایا به همراهی مهراد نابی و آرسیدی. کردم انسان ها رو دو کردم حسابامو پر کردم انسان ها رو دو. اجرای جدید رو داشتیم از تهم. و همچنین اجرایی رو داشتیم از آرمین رابر. ما دلی طلبه میشیم، دلمون نه این نشوان نمیخواد، همه میگفتن اش به ما نمیاد حرف. همونطور که هفته پیش گفتیم آلبوم ال کواترو از آرما میلادی قراره که به زودی منتشر بشه و آرتیست‌های مختلفی توش حضور دارن. تا الان امین تی جی، یانگ سادن و تامارا حضورشون در این آلبوم اعلام شده. ترک نگو از کیارش به همراهی دلو با هنگسازی سیمجین تحت لیبل سفیستوگ رکورد و کوکتل به زودی منتشر میشه. نگو توقع داشتی چیشه وقتی میدونستی دلو کنار کیارشه. استوری جدیدی رو داشتیم از آرما به همراهی مجهول، شاید دارن خبر از همکاریشون میدن. موزیک و موزیک ویدیو سمها رو داشتیم از کوشان به همراهی تاراج و چرسی. ترک مثل دیوونه ندیدم از مستر کیارش. بسته دیگه خسته شدم سر سرم نزار، یا امون یا برو دیگه اسم منم نیار، قبول ما دو تایی موزورمون. قسمت ششم جدی طنزه از کیارپو داشتیم به همراهی امیر اسپار. امیر اسپار عزیز سلام، چی داری برام؟ سلام داشتی شیپور اقبامه. یعنی چی؟ یعنی 20 سال زندگیت پر از بیخ داشت، تو رو نشون ندن هیچ جاشو تعریف بشی کف صدا سی. فری استایل آماتور رو داشتیم از ترین. بازیگرانم به پی فرصت که رچن از بغل تو بشن پر رنگ، کم به سختی ها میشم مثل گرگم لور، چون عجیت داره جورت به ترس نمیگیره چه کسی شانسی جام. اجرایی را داشتیم از مستر امپی به اسم منطقه امر و همچنین یه ترک ازش داشتیم به همراهی ریجی به اسم بون با آهنگسازی دوستی. نسخ برگ سبز در سطح شهر، اینجاها خلوت شب، نیاز نیست اصلا به شهر، داشت دمش گرمه و نفسش حق، کنار من همه جا واسد میشه منطقه امر. من دیدم هرچی دیدنی بود و پاس دادم به چپیه که زخمی بی دلیل روی تنم نباشه، پس هدف فقط تلاشه من، استخون پاهم داره حکم قلم براشه. ترک مشکوک به علاوه اجرای 21 رو داشتیم از کدیش. شدم مشکوکتر کمیکال جاساز و من خون سر، شدم مشکوکتر باشم و گیره کلانو دوتو من. تولدم نداره فرقی واسن که کیم کجام یا به که جمع میسازم، شما میشن دونه دونه فوت فکر برنم و تر. ترک پرسه رو داشیم از سایه.
همه چی دل وستم دیدم دل کندم بهتره میزدم پرسه روی کاغذ خلق میکردم تصویر نمیتونستم بگیرم تصمیم روی سر خط گذاشتم افتیر شد و در نهایت ترک هدشات از زاق میکنی یه صباحتو توی این شعرم من نوشته یه طبیعتم خودم چی بگم یه فعلم که میکنه روش لابلا کلمات دلم میخوام یکم بخونم بعد خب رسیدیم به بخش معرفی آهنگا. اولین آهنگی که میخوام معرفی کنم یکی از خاطره انگیزترین ترک های رپ فارسیه که فیتی بود بین ابلیس هیچکس و انزو به اسم تومستی. اتاقی باعث شدی صاحب بمونی یخ بذاره جایی که صاحب بودی من خوشم میاد از ماشینا و تاپای شاسی بلند اگه هیچ کس رو بستو میخواستی برم مگه خواستی دورم میرسونم با حرکات خاصی دورم. ترک بعدی ترک زندگی هیپ هاپی است از آلبوم مرد تنهای علی سورنا. روزگار سردی لحظات تو کند و غمگیز پشت هم به صف شدن و حاضرم با شمشی این قلب من رو جر بدم اما ترس تو من نیست من 8 سالم بود آخرین بار ترسیدم مثلنگی الاسیکت دو چرخم چون ندادم ترجیح. خب این بود از اخبار رپی این هفته. متاسفانه اجرا اختصاصی نداشتیم، بدقولی کرده بود کسی قرار بود به دستمون برسونه. از هفته های بعد سعی میکنیم که فیکسش کنیم و خدا بخواد از این اشکالا پیش نیاد. دمتون گرم است که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید. مثل همیشه منتظر کامنت های پر عشقتون هستم که کلی انرژی بهم میده. دمتون گرم، مرسی که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردین. تا ویدیو بعدی امیدوارم حالتون توپ خوب عالی و بمب باشه. سی یو سون.